رحیم به برنامه دیگری از کانکور در خانه خوش آمدید. به ادامه درس‌های قبلی در مورد غلظت ها و محلول ها. محلول ها در کل تعریف کردیم، مخلوط های متجانس است که یک جزء آن حتما باید مایع باشه. محلول ها را از نگاه حالت های فیزیکی به سه دسته سه شاخه تقسیم کردیم: جامع، حالت جامد، جامد، حالت مایع و حالت گاز. که هر کدام سه دسته داشت: حالت جامد، جامد در مایع، جامد در گاز، جامد در جامد، حالت مایع، مایع در مایع، مایع در جامد، مایع در گاز و همین قسم گاز در گاز، گاز در مایع و گاز در جامد بود. امروز می قسمت دیگه ای از کتاب کیمیای صنف 11 را در بخش محلول ها مطالعه می‌کنیم. عبارت است از فاز. فاز چی هست؟ فاز و کمپوننت. اول فاز تعریف می‌کنیم. فاز چی هست؟ فاز آن قسمتی از سیستم است که توسط یک سطح قابل دید از همدیگر مجزا بوده باشد. فاز قسمتی از سیستم هست که توسط یک سرحد قابل دید یا سطح قابل دید از همدیگر جدا شده باشه یا مجزا شده باشه. این عبارت میشه از فاز. مثال اگر ما آب داشته باشیم، آب جامد و آب مایع یک سطح قابل دید بین از نا وجود داره. اگر داشته باشیم روغن با آب، این هم یک سطح قابل دید داره. بناهن این هر دو فازی متفاوت هستند. فاز به سه نوع است: فاز جامد، فاز مایع و فاز گاز می باشد. فاز به سه دسته تقسیم شده که باعث فاز جامد، فاز مایع و فاز گاز هستند. میریم سر فاز بیشتر دقت مانیم. فاز گفتیم آن قسمتی از سیستم هست که توسط یک سرحد قابل دید از همدیگر مجزا شده باشه. او عبارت میشه از فاز. فاز به سه حالت هست: یا جامد هست، یا جامد هست، یا مایع هست و یا هم گاز هست. فاز جامد هم حالت فیزیکیش جامد باشه، فاز مایع هم حالت فیزیکیش مایع باشه و فاز گاز حالت فیزیکیش گاز باشه. میدونه در یک حالت جامد میتونه دو بخش فاز داشته باشه، مایع میتونه دو بخش فاز داشته باشه، سه بخش داشته باشه، چهار بخش داشته باشه، چندین مایع با هم مخلوط شود، اینا میتونه فازهای مختلفی بسازه. به طور مثال ما یک ظرف در نظر میگیریم. در این ظرف میخوایم فاز بررسی کنیم چه قسمی هست. این برفر دیگ بخار باشه. در بین دیگ بخار ما ماده های مختلف قرار میتونیم. به طور مثال یک مقداری از توتهای کچالو مثلا قرار میتونیم، یا مثال گوشت قرار میتونیم. دیگه یک قسمتش از آب هسته، همین قسم یک قسمت دیگه روغن هسته، روغن هسته و بعد از اینکه حرارت میتونیم این تبدیل به بخارات گاز میشه. میمیر از نگاه فاز بررسی میدونیم چند تا فاز وجود داره. در کل سه فاز وجود داره: قسمتی گوشت، قسمتی کچالو یا هر چیزی دیگه ای که باشه. اینا عبارت از فاز جامد هستن. فاز جامد. میم سر روغن و آب. آب قسمت فاز مایع هست و روغن هم قسمت فاز مایع هست و بخاراتی که اینجا وجود داره بخارات قسمت فاز گاز هستن. بنابراین سه تا فاز اینجا وجود داره: فاز جامد، فاز مایع و فاز گاز هست. سه تا: فاز جامد، فاز مایع و دیگه هم فاز گاز. فاز گاز با سه دسته هستن. فاز با سه دسته: فاز جامد، فاز مایع و فاز گاز هست. جامد قسمت گوشت و کچالو، مایع قسمت روغن و آب و بخاراتم قسمت فاز گاز هست. در کل فاز اون حالت فیزیکی است که از او توسط یک سرحد قابل دید از همدیگه خود جدا شده باشد. میگیم نه، بخش که دو تا مایع اینجا وجود داره، این هم امکان داره فاز باشه یا نباشه. بله، این دقیقاً دو تا فاز هست، البته هر دویش از نوع این مایع هست. اگر در یک ظرف ما در یک تا ظرف روغن و مایع، روغن و آب با هم مخلوط کنیم، رو آب در قسمت پایین استفاده میشه چون کثافتش بیشتر هست و روغن قسمت بالایی را اختیار مانه به خاطر که کثافتش کمتر هست. اینجا دو تا فاز وجود داره، یک سرحد جدایی هم بین از اینا وجود داره. بناهن میگیم دو فاز وجود داره. هر دو فاز از حالت مایع هست، یک قسمتش روغن هست و قسمت دیگه عبارت از آب هست. بناهن فاز میتونه در بین جامد، در بین مایع و در بین گاز که با هم دیگه مخلوط نشه و سرحد قابل دید داشته باشه، اینا هم میتونه انواع مختلف داشته باشه. بریم سر قسمت دیگه، عبارت از کامپوننت. کمپوننت چی هست؟ خود کمپوننت چه قسمی تعریف می‌کنه؟ کمپوننت در کیمیای صنفی از تعریف کرده که کمپوننت اجزای تشکیل دهنده یک سیستم را به نام کمپوننت یاد می‌نماید، یا قسمت‌های مختلف یک سیستم را به نام کمپوننت یاد می‌نماید، یا اجزای تشکیل دهنده یک سیستم را به نام کمپوننت یاد می‌نماید. حالا این کمپوننت سرحد جدایی داره یا نداره؟ اگر سرحد جدایی داره که فاز چرا قبلا گفته بود فاز با کمپوننت آیا فرق داره یا نداره؟ ما این سر کمپوننت حرف می‌زنیم.
کمپوننت هم قسمتی از سیستم هسته. همین دیگه بخار گفتم خودش یک نوع از سیستم هسته. در بین سه تا فاز وجود داره، فاز جامد، فاز مایع و فاز گاز هسته. حالا کمپوننت کدام قسمت از هسته؟ کمپوننت اجزای میکروسکوپی داخل از هسته، اجزایی هسته که اونا توسط سرحد قابل دید یا توسط سطح قابل تشخیص از همدیگه جدا نشده و ما نمیتونیم توسط چشم، توسط حسی پنج حسی که داریم توسط دور تشخیص بدیم، ولی وجود داره. به طور مثال وقتی ما دیگه شروع آماده مانیم، مطمئن این زبانش غیر از اینکه موادی به چشمش میندازیم مثل گوشت و کچالو و آب و روغن و این چیزا، یک مقداری نمک هم میندازیم اینجی، یک مقداری مرچ هم میندازیم، یک مقداری ممکن بعضی مادهای دیگه که در آشپزی کار میکنن از اینا هم میندازیم. اونا کدام قسمتش میشه؟ میم سر یک مثال دیگه. به طور مثال اگر ما در بین یک ظرف، در بین یک تا ظرف داشته باشیم مخلوط نمک و آب، مخلوط نمک داشته باشیم و مخلوط آب داشته باشیم، یعنی نمک در بین آب حل شده، سدیم کلوراید در بین آب حل شده و تبدیل به چی شده؟ تبدیل شده به سدیم های مثبت، سدیم های مثبت، کلوراید های منفی، کلوراید های منفی. همچنان اطراف از اینا را، اطراف از اینا را آب گرفته، بناهن آب وجود داره، آب وجود داره. بناهن در اینجا چند تا فاز وجود داره. وقتی نمک در بین آب حل میشه، در بین آب حل میشه، ما هیچ ذره ای را به چشم دیده نمیتونیم، یعنی میگیم که همه ایشان مایع هسته، همه ایشان در فاز مایع وجود داره، دیگه ما کدام قسمت جامد نداریم، چون نمک در بین آب خیلی خوب حل میشه. آیا اینجا یک فاز وجود داره، دو فاز وجود داره، چند فاز؟ از نگاه فاز وقتی ما محلول نمک و آب میسازیم یک تا فاز هسته که همون فاز مایع باشه، ولی از نگاه کمپوننت یک کمپوننت نیست یا یک کمپوننت نیست، اینجا چندین جزء داره. یک قسمت سدیم مثبت هست، این یک کمپوننت، قسمت دیگه کلوراید منفی است، دیگه کمپوننت، و آبی که اطراف از نار احاطه کرده این دیگه کمپوننت، بنوان سه کمپوننت. اگر نمک در بین آب حل ماشه، نمک دو اتمی در بین آب حل ماشه، سه تا کمپوننت وجود داره، یک قسمت کاتیون، یک قسمت انیون و یک در خود قسمت آب. بنوان محلول نمک در آب یک محلول، یک سیستم سه کمپوننتی یک فازه هست، فازش یکی است که مو مایع باشه، ولی کمپوننتش سه است، یکی سدیم داریم، دیگه کلوراید داریم و دیگه هم قسمت آب هست. یک بخش کمپوننت. بریم سر قسمت دیگه، انواع محلول ها. در مورد انواع محلول ها میخواییم مطالعه کنیم. انواع محلول ها، محلول ها از نگاه مقدار مواد به سه نوع می باشد. محلول ها از نگاه مقدار مواد منحله به سه دسته یا به سه بخش تقسیم شده، که این همون مقدار اختیاری ماده منحله در بین محلل هسته که چی اندازه حل کردیم، بعد او به سه دسته تقسیم میشه، به سه دسته تقسیم میشه که عبارت باشه از محلول های مشبو، محلول های غیر مشبو و محلول های مافوق مشبو. محلول های مشبو کدام است، محلول غیر مشبو کدام است و محلول مافوق مشبو کدام است. محلول مشبو او محلول را میگه که در درجه حرارت و فشار ثابت مقدار معین ماده منحله را در خود حل کرده باشد، یک مقدار از مشخص ماده منحله را در خود حل کرده، ما دیگه درجه حرارت و یا فشار تغییر نمیتیم، یک مقدار از ماده منحله حل شده. به طور مثال اگر ما داشته باشیم یک مقداری از آب، مثلا 100 میلی لیتر آب در بین یک تا ظرف داشته باشیم، 100 میلی لیتر آب داشته باشیم، درجه حرارت مشخص باشه، درجه حرارت مساوی باشه 25 درجه سانتیگراد و فشار مساوی باشه به 1 اتمسفر، مقدار نمکی که در بین از حل میشه احتمالاً چی قدر باشد، یا مقدار بوره ای که می‌خوایم در بین از حل کنیم چی اندازه هسته. به طور مثال بوره رو در نظر می‌گیریم، مقدار بوره ای که در هوای 25 درجه حرارت 25 و فشار 1 اتمسفر در بین 100 میلی لیتر آب حل میشه، او عبارت است از 205 گرم بوره در بین 100 میلیلیتر آب خالص حل میشه. اگر 205 گرم ماده بوره در بین آب خالص حل شده باشه، این محلول عبارت از محلول مشبو هست، محلول مشبو. اگر کمتر از این حل شده باشه، به طور مثال 200 گرم حل شده باشه، 200 گرم حل شده باشه یا 100 گرم حل شده باشه، این محلول غیر مشبو هست، یعنی تا هنوز مشبو نشده، مقدار اضافی ماده منحله رو میتونه در خود حل کنه. محلول غیر مشبو محلول است که مقدار اضافی قدرت حل کردن، مقدار اضافی ماده منحله رو در خود داشته باشه، ولی محلول مشبو محلول است که دیگه مقدار اضافی رو در خود حل نتونه، تا حد اعظمی ماده منحله رو در خود حل کرده باشه. حالا مافوق مشبوش چه باشه؟ مافوق مشبو،
ما فوقی مشبو به محلول های گفته مشکی در فشار و درجه حرارت ثابت ما کار را انجام داده بیتونیم یا پروسه ای را در کار بیندازیم که مقدار اضافی ماده منحله را هم در خود حل کرده، یعنی حد اعظمی که حل مکت 205 گرام مثلا 206 گرام حل کنه 210 گرام در بین خود حل بسازه، بعد از ما این محلول گفته میتونیم که محلول ما فوق مشبو. بنابراین محلول و سه دسته شد، محلول مشبو، محلول غیر مشبو و محلول ما فوق مشبو. محلول مشبو بود که مقدار اعظمی ماده منحله در خود حل کنه و دیگه مقدار اضافی را حل نتنه، غیر مشبوش بود که بازم بتونه در خود حل بتنه، یعنی حد اعظمی را حل نکرده. ما فوق مشبوش او هسته که یک مقدار اضافی در بینش حل شده باشه. این از محلول ها از نگاه مقدار ماده منحله به قسم اختیاری. به این سر قسمت دیگه عبارت از غلظت محلول ها هست. غلظت محلول ها یعنی چی؟ غلظت محلول ها یعنی ما وقتی غلظت از غلظت گپ میزنیم، غلظت تنها همون مشبو و غیر مشبو و مافوق مشبو نیست، اونا یک نسبت یا بگیم یک معیار خیلی معمول هستن، خیلی معمول هستن. ما معیارهای دقیق تر و علمی تر از این داریم که از این معیارها معمولا در کیمیا و طبابت و زراعت و انجینری در این قسمت ها استفاده میشن، خصوصا در طبابت خیلی زیاد با ارزش هست که ما باید در مورد غلظت خوب بتونیم سوالا رو حل کنیم، خوب بتونیم اینا رو به کار بندازیم، فرمولاش به کار بندازیم. خود غلظت محلول ها به چند قسمت، یعنی محلول ها رو به چند قسمت گرفته تقسیم کردم. غلظت محلول ها، غلظت عبارت از حل شدن مقدار معین مواد منحله در فی واحد مقدار مواد حل کننده است. ای که چی اندازه ماده منحله در چی اندازه مقدار حل کننده حل شده عبارت میشه از غلظت. وقتی ما مقداری از ماده منحله را در بین محلل حل می‌سازیم، این چندین شکل مبشندین شکل میتونیم معیار بگیریم. اولش غلظت انواع مختلف داشته که مهمترین آنها عبارت است از غلظت‌های فیصدی حجمی. ما به فیصدی حجمی میتونیم محاسبه کنیم، به فیصدی کتلوی میتونیم محاسبه کنیم، به مولارته میتونیم محاسبه کنیم، به مولالته محاسبه کنیم، نورمالته محاسبه کنیم و غلظت تتر است. آخرش غلظت تتر. یکی غلظت فیصدی حجمی، فیصدی کتلوی، مولارته، مولالته، نورمالته و غلظت تتر هست. و غلظت تتر. مهم سر هر کدوم از اونا یک فوکس بنیم چه قسمی هستن. به طور مثال مهم سر غلظت فیصدی حجمی. قبل از اینکه غلظت فیصدی حجمی رو بفهمیم، ما باید مول فرکشن رو بتونیم پیدا کنیم. مول فرکشن اما سهم مولی چی هست؟ سهم مولی رو میگه که مقدار مول های ماده اولی تقسیم بر مقدار مول های اولی تقسیم بر مجموع مول های ماده اولی جمع مول های ماده دومی جمع نقطه نقطه مول های ماده انومی. یک تعداد زیاد از ماده را در بین داریم، میخوایم مول فرکشن یکی از اینا رو پیدا کنیم، اون رو در صورت قرار میدیم، متباقی کلا حاصل جمع از اینا رو در مخرج قرار میدیم. این عبارت میشه از سهم مولی، عبارت میشه از سهم مولی ماده اولی، سهم مولی ماده اولی. به طور مثال اگر ما داشته باشیم محلولی داشته باشیم که این از حل شدن مثلا 98 گرام سلفوریک اسید مثلا در بین چقدر آب حل شده باشه، مثلا در بین 500 گرام آب خالص حل شده، ماده حل کننده آب هست، ماده حل شونده سلفوریک اسید یا تیزاب گوگرد هست. از ما چی پرسان کرده؟ سوال کانکور پرسان کرده که شما مول فرکشن سلفوریک اسید دریابید که چی اندازه هست و همین رقم مول فرکشن خود آب دریافت کنید که مول فرکشن آب چی اندازه هست، H2O چی اندازه هست. ما باید اینا رو محاسبه کنیم. به خاطر اینکه بتونیم محاسبه کنیم، ما فرمول داریم که مول فرکشن یا سهم مولی مساوی هست به تعداد مول های ماده اولی که رو میخواییم که مول فرکشن دریافت کنیم تقسیم بر مول های ماده اولی جمع مول های ماده دومی، همین قسم ادامه میدیم. حالا مثلا ما میخواییم مول فرکشن سلفوریک اسید دریافت کنیم، نشته میدیم که سهم مولی یا مول فرکشن سلفوریک اسید یا تیزاب گوگرد مساوی است به تعداد مول های سلفوریک اسید یا گوگرد تیزاب گوگرد تقسیم بر تعداد مول های سلفوریک اسید یا تیزاب گوگرد جمع مول های H2O یا همان آبی که ما گفتیم.
باید دینار دریافت کنیم. به خاطری که به این حالت برسیم، ما در اینجا ماده های منحله و ماده حل کننده را به گرام داریم. وقتی به گرام داریم، اینا را باید به مول تبدیل کنیم. به مول بخوایم تبدیل کنیم. وقتی میخوایم به مول تبدیل کنیم، فرمول داریم که مول مساوی است مقدار گرام های ماده منحله تقسیم بر کتله مولکولی. مقدار گرام های سلفوریک اسید بر ما معلوم است، اصلا 96 گرام، 98 گرام. کتله مولکولیش هم 98 هسته. زمانی که 98 هسته، اینجا یک ماشه. مقدار مول های سلفوریک اسید یک هسته. مقدار مول های آب چی اندازه است؟ میگیم تعداد مول های آب مساوی است با مقدار گرام های آب برای ما داده. برای ما داده گفته 500 گرام هسته. 500 گرام آب خالص داریم. این کتله مولکولیش هم 18 هسته. این 500 تقسیم بر 18 میسازیم. 500 تقسیم بر 18، 500 تقسیم بر 18 مساوی با 27.7 مساوی شد به 27. حالا 27.7 این تعداد مول های آب خالص است. ما میریم مول فرکشن چه قسمی محاسبه می‌کنیم. ما این به فرمول قرار می‌دیم، نشته می‌نیم که سهم مولی سلفوریک اسید عبارت است از تعداد مول های سلفوریک اسید که عبارت باشه از یک مول تقسیم بر تعداد مول های سلفوریک اسید که باز هم یک هست، جمع مول های H2O یا آب خالص که 27.7 هست. 27.7. بعد وقتی اینو محاسبه کنیم در صورت یک هست، در مخرج با هم جمع کنیم 28.7 میشه. 28.7 عدد یک تقسیم 28.7 کنیم، یک تقسیم بر 28.7 مساوی به 0.03. این عبارت است از سهم مولی سلفوریک اسید یا تیزاب گوگرد. سهم مولی سلفوریک اسید یا تیزاب گوگرد. اگر بخوایم که سهم مولی آب دریافت کنیم، باز این دفعه فرمول داریم که سهم مولی H2O H2O یا آب خالص مساوی است با تعداد مول های آب خالص. تعداد مول های آب خالص برای ما داده شده، محاسبه کردیم خود ما 27.7 بود تقسیم بر مجموع مول های. از مجموع مول ها چقدر میشه؟ 27 تعداد مول های آب هسته و یک مول مربوط سلفوریک اسید ماشه که مجموعا مساوی به 27.7 تقسیم بر 28.7. یه داده با هم محاسبه منیم چی شکلی ماشه؟ 27.7 تقسیم بر 28.7 مساوی به 0.96 مساوی شد با 0.96. این سهم مولی مربوط آب هسته. ولی به خاطر از اینکه ما بتونیم بفهمیم که آیا سوال ما درست حل کردیم یا نکردیم، باید سهم مولی ماده اولی جمع سهم مولی ماده دومی و اگر اضافهش بود باز میتونیم مساوی به یک باید شوه. هر دویش با هم جمع کنیم باید مساوی به یک شوه. حالا سهم مولی سلفوریک اسید 0.03 هست و سهم مولی آب مساوی است به 0.9. وقتی اینا رو با هم جمع کردیم تقریبا مساوی به یک میشه. اینکه چرا 100% مساوی به یک نمیشه، ما قسمت های اعداد اشاری رو حذف کردیم، اونا رو در نظر نگرفتیم. باید مساوی به چی شون؟ مساوی به یک شون. این بار تا سهم مولی هست. سهم مولی رو به این شکلی محاسبه می‌کنیم که در کیمیای صنف 11 در بخش غلظت ها و در بخش سوال های تنزیل نقطه انجماد خیلی کاربرد داره. شما فرمول عمومیش یادتان باشه که سهم مولی مساوی است تعداد مول های ماده اولی تقسیم بر مول های ماده دومی جمع ماده سومی جمع ماده چهارمی جمع ماده پنجمی. همین قسم ادامه میدیم. این باعث میشه از سهم مولی میرسیم سر از اینکه سهم حجمی فیصدی و یا کتلوی را اگر بر ما بیته او رو چه شکلی محاسبه کنیم. در اونجا باید همین فرمول یاد ما باشه، فرمول یاد باشه. فقط کاری که اونیم ضرب عدد 100 بسازیم تا تبدیل به فیصد شوه. یعنی ما در بخش سهم کتلوی یا سهم فیصدی، سهم کتلوی فیصدی یا سهم حجمی فیصدی دو تا فرمول داریم. اولش باید ما سهم کتلوی را بتریم دریافت کنیم. به این قسمت نشته می‌دیم که سهم کتلوی مساوی هست به مقدار گرام‌های ماده اولی تقسیم بر مقدار گرام‌های ماده اولی جمع گرام‌های ماده دومی. اگر ضرب 100 بسازیم، عبارت میشه سهم کتلوی. و همین رقم سهم حجمی فیصدی چه شکلی محاسبه می‌کنیم؟ سهم حجمی فیصدی مساوی است به مقدار گرام‌های ماده اولی تقسیم بر مجموع
مجموع حجم محلول، تقسیم مجموع حجم محلول ضرب در عدد صد. ضرب در عدد صد که میباشه مش فیصدی حجمی، یکیش فیصدی کتلوی، دیگه فیصدی حجمی. در این مورد مثال هم داریم، مثال داریم، گفته که غلظت فیصدی حجمی یا غلظت فیصدی کتلوی. مثال: غلظت فیصدی حجمی محلول را دریابید که از حل شدن 20 گرم سدیم هایدروکساید در 250 گرم محلل خالص به دست آمده باشد. مقدار گرم های ماده منحله 20 گرم، مقدار حجم محلول در کل 250 گرم است. گفته شما سهم فیصدی حجمی را شما در این دریافت کنید که چند فیصد از این مربوط سدیم هایدروکساید ماشه. ببین در اینجا قسمت اولیه سوال نشتم نیم، گفته که مقدار سدیم هایدروکساید است، سدیم هایدروکساید مساوی است به 20 گرم. مقدار ماده منحرک آبی خالص باشه هم مساوی است به 250 میلی لیتر. از ما خواسته که سهم کتلوی فیصدی، سهم حجمی از این را دریافت کنیم. نشتم نیم که سهم حجمی از این مساوی است به، البته به فیصد اگر ماست بگیریم، مساوی است به مقدار گرام های ماده منحله، مقدار گرام های ماده منحله تقسیم بر حجم مجموعی، حجم مجموعی، حجم مجموعی ضرب در عدد صد، ضرب در عدد صد. بعد قیمت عوض می‌نیم، نشته می‌نیم که مقدار گرام های ماده منحله برای ما داده شده 20 گرام هستن، مقدار گرام های ماده منحله 20 گرام هستن، ضرب در عدد صد، ضرب در عدد صد تقسیم بر حجم مجموعی محلول 250 میلی لیتر، 250 میلی لیتر. ایره محاسبه می‌کنیم، مساوی است به دو خودش صفر رو پیشش می‌مونیم، صفر صفر تقسیم بر 250، صفر با صفر خلاص میشه، اینجا 200 تقسیم 25 میشه، 200 تقسیم 25 شوه مساوی میشه به 8. یعنی 8 فیصد امزی محلول مربوط سدیم هایدروکساید هست، متباقی کلا مربوط به آب خالص است. این بار شد از سهم فیصدی حجمی. این بود از درس امروز و جلسه امروز. انشاءالله همه شما موفق باشین، شما را به خدای یکتا و به همتا میسپاریم. خدا نگهدار.